درود به همه هم عزیز، امروز چهارشنبه 3 مهر با خلاص اخبار و تودهی در خدمت شما هستم. فردین پیری جانشین مرزبانی آذربایجان غربی و از عاملان و عامران جنایت کشتن هزاران کولبر بیگناه کرد به دلیل ابتلا به کرونا به هلاکت رسید. دولت ایالات متحده آمریکا از شرکت گوگل به اتهام حفظ انحصار غیرقانونی جستجو و تبلیغات آنلاین شکایت کرد. این جنجالی ترین پرونده مربوط به قانون ضد انحصار آمریکا در یک دهه گذشته است که احتمال دارد حتی به ورشکستگی این غول سیلیکون ولی و تغییرات ساختاری در دنیای فناوری منجر شود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد شرکت آمریکایی برکشایر هاتوی پذیرفته است که به دلیل نقض تحریم‌های ایران بیش از 4 میلیون دلار جریمه بپردازد. سازمان گزارشگران بدون مرز در توییتی با اشاره به تایید چندین منبع در خصوص قطعی شدن حکم اعدام روح الله زم، خواستار دخالت فوری گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد در این پرونده شد. فرنگیس مظلوم، فعال مدنی و مادر زندانی سیاسی سهیل عربی توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شد. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده در جلسه‌ای با شورای آتلانتیک در مورد مسائل امنیتی خاورمیانه گفت ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که بسیاری از کشورهای منطقه تشخیص دادند که بزرگترین نگرانی که ما به آنها داریم ایران و فعالیت‌های بدخواهانه آنها در منطقه برای 4 دهه گذشته تا کنون است. در پی اقدام به خودکشی 3 شهروند ساکن شهرستان نیشابور با سنین 15، 17 و 22 سال بر اثر عدم برخورداری از حق امید به زندگی و نبود آسایش اقتصادی و اجتماعی، 2 تن از آنها جان خود را از دست دادند. الیوت آبرامز عنوان کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی رفتار خود را تغییر ندهد، استراتژی فشار حداکثری آمریکا علیه تهران همچنان ادامه خواهد یافت. وی تاکید کرد این سیاست در آینده هم ادامه خواهد داشت و فرقی نمی کند چه کسی رئیس جمهور آینده آمریکا باشد. ایالات متحده پاداش 5 میلیون دلاری برای کسی که اطلاعاتی درباره فرمانده نیروهای ویژه شبه نظامیان حزب الله در سوریه و یمن ارائه می دهد و همچنین پاداشی مشابه برای مشاور حسن نصرالله را اعلام کرد. سرهنگ محسن امانتی، مسئول بسیج دانش آموزی خراسان جنوبی، از نقش دانش آموزان در جنگ ایران و عراق تمجید کرده و گفته بسیج طی این جنگ 8 ساله 550 هزار دانش آموز را به جبهه‌های نبرد اعزام کرده است.